وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که امروز سه‌شنبه در حال روی عضویت سوریه بحث می‌کنند که اوضاع در سوریه تحول اندکی را به خود دیده و هیچ گونه علاقه هم از جانب حکومت اسد به ختم خشونت و کنارگیری از قدرت تبارز دادن نشده، در حال است که مقامات جهان روی بر دست گرفتن تدابیر دیگر مانند احتمال اعمال حریم ممنوع فضایی بر ماورای سوریه نیز بحث می‌کنند تا شاید به نوع بتوانند از تهاجم هوایی قوای حکومت سوری بر مردم جلوگیری کند. با گزارشی در مورد تازه‌ترین تحولات از سوریه توجه کنید. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به روز سه‌شنبه پس از آن تشکیل جلسه می‌دهد که روی معرفی و یا توصیه بر امکان به تعلیق درآوردن عضویت سوریه از این گروه موافقه نمودند. این حرکت گروه دارای 57 عضو می‌تواند به مجادله دیپلماتیک در طول این نشست در میان ایران که حامی سوریه است و عربستان سعودی که حامی مخالفین است بینجامد. همچنان بر روز سه‌شنبه ولری اماس رئیس پروسه امدادرسانی ملل متحد یک بازدید سه روزه را از سوریه و لبنان برای بحث روی روش‌های موجود جهت تسریع روند پروسه امدادرسانی به ملکی‌ها آغاز نمود. جنرال باباگار گای رئیس گروه ناظرین ملل متحد در سوریه بر روز دوشنبه گفت که خشونت در سرتاسر آن کشور رو به شدت نهاده است و هر دو قوای بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور و جنگندگان مخالف را به بی‌اعتنایی در رسیدگی به تقاضای ملکی‌ها متهم ساخت. واضح است که خشونت در برخی از بخش‌های سوریه رو به افزایش نهاده است و استفاده بی قید و شرط سلاح توسط حکومت و حملات توسط مدافعین در مراکز شهری پیامد سنگینی را بر ملکی‌های بی‌گناه دارد. همچنان بر روز دوشنبه شورشیان سوری یک ویدیو را از آنچه سقوط یک تیاره سوری ذکر شد به نشر رسانیدند که پیلوت این تیاره توسط آنان توقیف شده است. موثقیت این ویدیوی شورشیان به شکل مستقل تایید نگردید، ولی مطبوعات حکومتی سوریه میگوید که این پیلوت به روز دوشنبه بعد از آن که با مشکلات تکنیکی در طول یک تمرین نظامی در شرق سوریه مواجه شد، خود را از داخل طیاره به خارج پرتاب کرد و مقامات در جستجوی او هستند، ولی شورشیان ادعا میکنند که آنان این طیاره را سقوط دادند. همچنان در این ویدیو یک مرد که خود را پیلوت این طیاره معرفی میکند توسط سه مرد مسلح احاطه شده است و میگوید که با او برخورد خوب صورت میگیرد و او از نظامیان میخواهد تا اردوی اسد را ترک گویند. همچنان بر روز دوشنبه تیاره های جنگی سوری بر شهر کوچک مریا در 30 کیلومتری حلب تهاجم بردند. از تلفات نیز بر اثر این تهاجم گزارش نشده است. در عین زمان قرار بود که امروز سه‌شنبه بوتن یا شعبان مشاور ارشد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نیز به چین برسد تا در مذاکرات روی یافتن راه حل سیاسی جهت ختم تنش در سوریه صحبت کند. چین به روز دوشنبه بیان داشته است که مشاور ارشد اسد از چین بازدید می کند و قرار است در آینده نزدیک سران مخالفین نیز برای صحبت به این کشور سفر کنند. این در حال است که ماموریت نظارت ملل متحد اکنون سوریه تحت غور قرار گرفته است و لیان پندا وزیر دفاع ایالات متحده ابراز داشته است که تصمیم مشخصی در قبال اعمال حریم ممنوع فضایی بر سوریه تاکنون اتخاذ نگردیده است.